سلام و درود دیگری بر همه هموطنان عزیزم در داخل و خارج از ایران در برنامه امروز و فردای ایران در تلویزیون ایران فردا. بحث امروز من به نوعی برمیگرده باز به بچه ها و جوان های کشورم، به این معنا که جناب آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، نه به قول بی بی سی رهبر ایران، اخیراً نامه دیگری رو، دومین نامه رو به جوانان کشورهای اروپا و آمریکای شمالی نوشتن، بعد از نامه‌ای که در حدود یک سال پیش به کشورهای جوانان کشورهای جهان نوشته بودند. در نامه اول که بعد از وقایع کشتار کارکنان مجله شارلی ابدو بود، اونها رو دعوت کردند که مستقیما شناختی از اسلام به دست بیارن و به اسلام بگروند. در نامه دوم که بعد از وقایع اخیر پاریس و کشته شدن بیشتر از 130 نفر و حدود 300 نفر زخمی بود در چند روز گذشته، ایشون مجدداً نامه ای رو نوشتند و در این نامه به طور مشخص اعلام کردند که غرب دیدگاه های دوگانه در این زمینه داره. غرب به هر حال بر توهین بر فرهنگ های غنی استوار غرب داعش رو به هر حال به شکلی که ما میبینیم نگاه نمیکنه. داعش یک گروه افراطی و تندرو و در یک قبیله هستند و در نهایت اینی که از همه جوانان درخواست میکنن که به اسلام بپیوندن و کشورهای غربی رو متهم میکنن که جاسوسی رو بر علیه مسلمانان از طریق شهروندانشون به راه انداختن. من چرا این بحث رو مطرح کردم؟ به دلیل بسیار بسیار مشخصی که به حال نقطه نظر آیت الله خامنه ای رو به جوانان کشور، رو به بچه های کشور خودمون در اصل و رو به جوانان دنیاست، خاصه در غرب و اروپا و امریکای شمالی. من از اونجایی که مسئله فرهنگ غنی کشورم و تمدن ایران مثلا مطرحه، خواستم که این رو دقیق تر بشکافمش، چرا که من مطمئن هستم که این نامه از طرف شخص خود آیت الله خامنه ای نوشته نشده، بلکه افراد نفوذی در دفتر ایشون هستن که خواستن به ایشون لطمه ای بزنن، وگرنه بدون تردید آیت الله خامنه ای میدونن اصلا جوان رو به چه کسی میگن. به حال در عرف بین المللی به بچه هایی که دوره دوم کودکیشون رو پشت سر میگذارن، از 15 سالگی تا 29 سالگی رو جوان خطاب میکنن و حالا توی این امروز ما و به خصوص در کشور ما تا زیر 40 سال هم جوان گفته میشه. این مجموعه ای که اسمش جوان هست، به هر حال امروز در کشور ما بیشتر از 50 و چند میلیون نفره. من اعتقادم بر اینه که به هر حال جناب آقای خامنه ای به خوبی میدونن که اگر اسلام برنامه ای رو حداقل برای جوانان ایران داشت، به اینجا منتهی نمیشد که ما در انجمن پژوهشگران ایران بررسی رو داریم که میتونن در سایت انجمن نگاه بهش بکنن. جوانان ایران 47% در ناامیدی مطلق به سر میبرن، حدود 39% در ناامیدی نسبی
و فقط و فقط 3.5% اینها هستند که کمی امید به آینده دارن، اونها زنها هستند، 3.5% کل این جمعیت 15 تا 29 ساله، و از بین مردا فقط و فقط 1.5%شون. این به حال برآورد و دستاورد همین اسلامی است که در این 37 ساله به جوانان ما ارائه شده و میخوان که جوانان جهان هم بهش بپیوندن. ایشون در مورد دوگانگی غرب مسئله رو مطرح میکنن. من فکر میکنم که آیت الله خامنه ای به خوبی به این قضیه آگاه هستن که چقدر دوگانگی و بیگانگی در جامعه ما در طی این 37 سال به وجود آمده. به هر حال این واقعیت ها رو که در گفتار آیت الله خامنه ای وجود داره، اگر که ما بیشتر بررسی بکنیم میبینیم که امروز باز بر اساس بررسی هایی که انجام شده و این رو خود مسئولان جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای بیشتر از هر کسی میدونن، نزدیک به 89.4% جوانهای ایران در همین گروه سنی میخوان از ایران خارج بشن. 27% اینها در گروه سنی 15 تا 29 ساله میگن اصلا ما هیچ دینی رو نداریم. حدود 40%شون خودشون رو سکولار میدونن و این واقعیت و حقیقت رو نمیتونیم فراموش بکنیم که امروز با هر کسی در ایران صحبت میکنید به نوعی فکر خروج از ایران رو داره. من فکر میکنم که اگر باز به بحث تحقیر فرهنگ ها که از سوی آیت الله خامنه ای اشاره میشه نگاه بکنیم، بزرگترین بی احترامی و تحقیر به یکی از بزرگترین تمدن و فرهنگ های جهان تبدیل شده، اون توهین از طرف این حکومت به فرهنگ و تمدن ایرانه. وقتی که ایشون در مورد بی بندوباری در غرب صحبت میکنن، من فکر میکنم که هیچ کشور غربی رو شما نمیبینید که به اندازه امروز ایران به این اوج رسیده باشه و به این بیبندوباری، پرخاشگری که ایشون ازش نام میبرن، امروز بالاترین درصد پرخاشگری، قتل عمد، زورگیری، شوهرکشی، دخترکشی، همه اینها در ایرانه که وجود داره. قتل عمد وسط خیابون که مرتبا نیروهای انتظامی اعلام میکنن، بیبندوباری رو وقتی ازش نام میبرن، باز ناگزیر به این هستیم که نگاه بکنیم که این بیبندوباری یعنی چی. وقتی بحث روسپیگری به دلیل فقر مطرح میشه، وقتی به آمارهای جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، به بررسی ها و تحقیقاتی که در داخل ایران انجام شده، متجاوز از 16% زنان شوهردار به دلیل فقر به روسپیگری متوسل شدن، اینها رو ما آیا بیبندوباری میدونیم یا نمیدونیم؟ به همین دلیل من میگم آیت الله خامنه ای بسیار آگاه تر از این هستند و اعضای نفوذی دفتر ایشون میخواستن به ایشون لطمه بزنن. وقتی که نگاه میکنیم که بحث تجاوز توی جامعه به این حد بالا رفته، به بچه های 3-4 ساله رسیده، خب چه صحبتی رو در این زمینه داریم در رابطه با مقایسه بیبندوباری بکنیم؟ و کشورهای غرب رو، من از کشورهای غربی دفاع نمی کنم که، چرا که بسیاری از مشکلات و معضلات رو دارن، ولی این مسائل قابل مقایسه هست. باز در جای دیگری ایشون در مورد داعش میگن که داعش یک گروه افراطی و در یک قبیله است. من با تمام وجودم با ایشون موافق هستم که ایشون هم چیزی رو میگن، چون ما در طول 37 سال گذشته کاملا داعش رو لمس کردیم در داخل یک قبیله روحانیون در داخل ایران، اینو کاملا ما لمسش کردیم و من با ایشون کاملا موافق هستم. یک بحث دیگری که ایشون مطرح میکنن در رابطه با این که غرب شهروندانش رو به عنوان جاسوس برای مسلمانان گذاشته، من فکر میکنم که غرب اگر این کار کرده باشه، من در فرانسه زندگی میکنم، بیشترین جامعه مسلمانان
اروپا در فرانسه هستن. من هم چیزی رو نمیبینم که غرب خواسته باشه که از شهروندان فرانسوی جاسوسی بکنن برای مسلمانان، بلکه مرتبا در این رابطه این بحث هستش که به نوعی جلوی خشونت گرفته بشه. ولی فرض میکنیم که درسته، اگر درستم هست، اگر هم هست، این رو از کجا یاد گرفتن غربی ها؟ اینا غربی ها از داخل حکومت جمهوری اسلامی یاد گرفتن. آیت الله خامنه ای فراموش کردن که در زمانی که خودشون رئیس جمهور بودن، در زمان آیت الله خمینی غیره و غیره، همه از مردم میخواستید، از خانواده ها میخواستید که بچه ها و نزدیکان خودشون رو بیان لو بدن به شما و اونها برای شما جاسوسی بکنن. از خانواده ها شما اینو میخواستید. وقتی که اینطوری نگاه میکنیم، برمیگردیم به این که خب حالا به چه شکل باید به این قضیه برخورد کرد. من کاملا با ایشون موافق هستم که به هر حال این جاسوسی ها که در تمام دنیا هم وجود داره، منشأش از جمهوری اسلامیه. ولی بیاین به جوانان کشورمون بگیم که اگر آیت الله خامنه ای میخواستن خودشون این نامه رو بنویسن، من معتقدم که حتما ایشون میگفتن که ما در طی این 37 سال نه تنها دیگه نمیتونیم به جوانان جهان نامه بنویسیم، بلکه اگر بخوایم بنویسیم، میگیم که ما عاجز بودیم از این که در این 37 سال برای بچه ها و جوان های خودمون برنامه داشته باشیم. ما عاجز بودیم از این که بتونیم انقلابمون رو به جهان صادر بکنیم، بلکه تروریسم رو به جهان صادر کردیم. امروز منطقه رو به این ترتیب گرفتار ترور و خشونت کردیم. من به جای ایشون بودم فکر میکنم که آقای آیت الله خامنه ای حتما می نوشتن که ما به جای عطوفت اسلامی، خشونت بی پرده اسلامی رو جایگزین کردیم. و در نهایت اینه که من اگر به جای آیت الله خامنه ای بودم، می گفتم که امروز من نه تنها رهبر مسلمانان جهان، نه تنها رهبر شیعیان جهان نیستم، بلکه من رو خطاب می کنن به عنوان رهبر تروریست های جهان. و اینجاست که ننگاوره، اینجاست که من فکر می کنم عوامل نفوذی خواستن که با آیت الله خامنه ای لطمه بزنن. من باز فکر می کنم که ما اگر که بیشتر و بیشتر به مسئله نگاه بکنیم، میبینیم که صدور این انقلاب که میخواسته مردم جهان رو به اسلام دعوت بکنه، امروز رسیده به اینجایی که گروهایی رو در یمن و بحرین و عربستان و افغانستان و عراق و سوریه تعلیم بده، تربیت بکنه که چجوری تجاوز به حقوق مردم بکنن، چجوری جوانه های اونها رو از بین ببرن و به چه شکلی این جامعه جوانه های دنیا رو دچار یک آسیب جدی در این زمینه بکنه. من اگر به جای آیت الله خامنه ای بودم و قطعا این نامه رو خودم می نوشتم، بدون هیچ گونه تردیدی این توانایی رو داشتم که به مردم خودم و نه به مردم جهان، به جوانان خودم نه به جوانان جهان این پیام رو بدم و بگم که من دیگه شما رو دعوت نمی کنم که به سرنوشت جوانهای ایران مبتلا بشین. من اگر به جای آیت الله خامنه ای بودم، این شهامت رو داشتم که عذرخواهی بکنم از تمام جوانان و بچه های کشورم، از دو سه نسلی که به این سرنوشت دچار شدن، و از اونها بخوام که منو ببخشن و کنارگیری بکنم از تمامی مناسبی که داشتم و ایران رو به ایران امروز بدل کردم. سپاسگزارم. Boom.